سلام رفقا، من امینم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. 27 دسامبر سال 2019 اولین قسمت از ویدیوهای منهانت دریم روی یوتیوب قرار گرفت و ترکوند، باعث شد دریم تبدیل به یکی از مشهورترین و محبوبترین یوتیوبرهای تاریخ بشه و صدها میلیون برای این سری ویو به همراه آورد. اما خب یه سوال مهمم ایجاد کرد: ویدیوهای منهانت دریم واقعی‌اند یا دروغ‌اند؟ اگر کانال یوتیوب من رو دنبال کرده باشید، حتما چند وقت پیش یه دونه سوال رو که توی کامیونیتی یوتیوبم گذاشته بودم دیدید. اینکه آیا از نظر شما ویدیوهای منهانت دریم فیکن، تقلبیان و سناریو دارن، یا اینکه واقعیان و خبری از سناریو نیست. دلیل اینکه این سوال رو اون موقع پرسیدم این بودش که خب قسمت آخر منهانت‌های دریم منتشر شده بود و اگر شما منهانت‌های دریم رو دیده باشید میدونید که این قسمت پر از گاف و سوتی و شک و شبهه‌های مختلف بود، تا جایی که توی همین یوتیوب بعد از یک مدت زمان طولانی که دیگه کسی ترجیح میداد سراغ دریم نره و منهانتش رو زیر ذره بین نذاره، خیلی اتفاقا رفتن سراغ قسمت آخر منهانت، زیر ذره بین گذاشتنش تا ثابت کنن که دیگه بسته، دیگه باور کنید که این تقلبیه و اتفاقاتی که توش میفته درست نیست. من نمیخوام حرف اونا رو تایید کنم و برای همینه که اومدم سراغ این ویدیو، یه کمی روش کار کردم، فکر کردم تا بتونم یه جواب درست به این سوال بدم. قبل از اینکه بخوام برم سراغ جواب سوالم، بذارید به چند تا چیزی که میدونم توی ذهنتونه جواب بدم. دریم از نظر من یکی از پروترین و حرفه‌ای‌ترین پلیرهای ماینکرافت تاریخه. این رو نه به خاطر منهانتش، بلکه به خاطر مسابقات چمپیونشیپ ماینکرافت و عمل کردش توی اونها میگم. دریم فوق‌العاده باهوشه. این رو نه به خاطر ویدیوهای منهانتش، بلکه به خاطر استریم‌های امانگاس بقیه استریمرها که دریم توی بازیشون حضور داشت میگم. دریم یکی از بهترین کانتنت کریئتورها یا تولید کننده های محتوای یوتیوب. این رو باز هم نه به خاطر سری منهانتش، بلکه به خاطر کل ویدیوهایی که تا الان آپلود کرده و همکاریش با رفیقاش مثل سپنپ یا جورج نات فاوند میگم. به طور کلی میخوام بدونید که من دریم رو قبول دارم. من تمام محتواهاش رو حداقل دو بار دیدم و اگر الان نشستم و دارم این ویدیو رو ضبط میکنم به عنوان یه هیتر نیست، بلکه میخوام یک سری دلایل براتون بیارم و در موردش بیشتر صحبت کنم تا متوجه شید توی دنیای تولید کننده های محتوا دقیقاً چه اتفاقاتی میفته و خیلی از محتواهایی که میبینیم اصلا به چه شکلی هستن. مسئله مهمی که باید بهش توجه کنی اینه که قرار نیست به دریم بگیم چیتر، چون چیتی صورت نگرفته. درسته یه زمانی یه توییتی زد و به این قضیه اشاره کرد که حالا مثلا شانس اسپان شدن یک سری از آیتم ها به واسطه دیفیکالتی بازی بیشتر بوده یا هر چیزی، که این قضیه اصلا مهم نیست. وقتی داریم در مورد منهان صحبت میکنیم انقدر موضوع بزرگ و داغ و پر از جنبه های مختلفه که شانس اسپان شدن آیتم های خوب اصلا به چشم نمیاد. پس بذارید یک سوالی رو همین اول جواب بدم: آیا دریم متقلبه؟ نه. خیلی ها رفتن سراغ اسپیدران هاش که بخوان ثابت کنن یک دروغی شکل گرفته، یک تقلبی بوده که اونها هم به بن‌بست خوردن. در مورد منهانت های دریم من بهتره که این کارو نکنید، چون هر اتفاقی که توی منهانت افتاده بدون کات توی یک کانال یوتیوب دیگه قرار داده شده. یعنی شما اگر میگید که اینجای ویدیو کات شد، اینجای ویدیو برش خورد، نه، میتونید برید ورژن کاملش رو توی در واقع کانال یوتیوبی که براش در نظر گرفته شده ببینید. مثلا 1 ساعت 1 ساعت و 20 دقیقه است که ورژن نهایی کات شده، ادیت شده و شده مثلا 40 دقیقه 50 دقیقه و توی کانال خود دریم قرار گرفته. در نتیجه هیچ تقلبی صورت نگرفته، پس نمیتونیم دریم رو یک متقلب بدونیم. اما یک مسئله مهم در مورد سناریو داشتن محتوا وجود داره که میخوام با یه مثال براتون توضیحش بدم. فکر میکنم بهترین مثالی که میشه برای این مورد آورد مسابقات WWE یا همون کشتی کجه. قبل از دریم، اصلا سالها قبل از اینکه بخواد این سوال به وجود بیاد که دریم متقلبه یا واقعیه، یک سری سوالهای دیگه وجود داشت که بیشترینش در مورد مسابقات WWE. اما یه مسئله‌ای وجود داره: آیا اتفاق افتادن اونها باعث میشه که ما نتونیم بهش بگیم سناریو داره؟ به هیچ عنوان.
تمام اونها سناریو داره و تمام بازیکن‌های WWE، تمام ورزشکارهایی که توی این صنعت دارن فعالیت میکنن طبق اون سناریو فعالیت میکنن. هیچ مشکلی هم نداره. همچنان WWE یکی از پربیننده ترین ورزش‌های تاریخه. درسته همش تمرین شده است، اما هنوز هم از نظر ظاهری و بصری جذابه، درگیر کننده است و خفنه. بشه توی تاریخ از بین بره. ببینید دیدگاه شما نسبت به یک محتواست که اون رو میسازه. شما میتونید قبول کنید این قضیه رو و همچنان ازش لذت ببرید، یا اینکه میتونید خیلی سختگیرانه برخورد کنید و با خودتون بگید که نه، اگه سناریو داره یعنی به درد نمیخوره. پس اگر اینطوری باشه یعنی تمام فیلم ها، سریال ها و حتی لیت پلی ماینکرافت خودمون که دیگه متوجه شدید سناریو داره و رول پلی به درد نمیخوره. نه، اینجور نیست. بیاید این سختگیری رو بذاریم کنار و حالا بریم سراغ دیدی. همونطور که گفتم منهانت های دریم یه تکی ضبط میشه، یعنی هیچ وقت کات نمیشه، هیچ ادیتی در کار نیست و هیچ وقت پای چیت کد هیچ چیزی داخل این منهانت ها کشیده نشد. اما یک چیزی واضح و مشخصه، منهانت ها سناریو دارن. در واقع مشخص میشه یا کلوها یا نشونه هایی قرار داده میشه که اوکی الان ما این کار رو انجام دادیم، مرحله بعدی تله است، مرحله بعدی رفتن به اینجا، مرحله بعدی انجام دادن فلان کاره و خیلی از چیزهای مختلفی که توی این منهانت ها دیدیم تا به حال. آیا این باعث میشه که بگیم دریم نوبه؟ نه، به هیچ عنوان. دریم کارهایی رو توی این منهانت ها انجام داده که باور نکردنیه. بذارید تلاشی که دریم داره میکنه برای این تولید محتوا رو با یک مثال بهتون ثابت کنم. همونطوری که گفتم تمام منهانت ها یه تکی ضبط میشن. حالا تصور کنید دیریم رفته اون بالا، بهش حمله میکنن هانترها و از اون بالا پرت میشه پایین و MLG بوت رو میزنه، یکی از معروف ترین MLG هایی که تا به حال تو تاریخ ماینکرافت دیده شده و خودشو نجات میده، یا تمام MLG های دیگه. با توجه به یه تک ضبط شدن ویدیوها، اگر دیریم نتونه اون کار رو درست انجام بده و بمیره، این به این معنیه که کل پروسه ضبط ویدیو باید دوباره تکرار بشه. و این دقیقاً یکی از فکت هایی بود که در مورد آخرین قسمت از منهانت بیان شد. یعنی گفتن که خب ضبط کردن یک منهانت با حضور 5 تا هانتر به قدری سخته و شاید انقدر تکرار میشه تا در نهایت پرفکت عذاب در بیاد که ورژن نهایی ممکنه بد باشه، شاید اونقدری که انتظار داریم خوب نباشه، شاید سناریوهای اون تیم برای اتفاقاتی که توی بازی میفته ته کشیده باشه و این قضیه کاملا عادیه. مگه چقدر سناریو میشه نوشت برای مواجهه یک اسپیدرانر با هانترهایی که دنبالش میکنن؟ این قضیه نباید باعث بشه دید شما نسبت به ویدیوهای دریم تغییر کنه، بلکه باید بپذیریدش و همچنان ازش لذت ببرید، چون کانتنتی که دارید میبینید ساعت‌ها بابت زحمت کشیده شده تا در اختیارتون قرار بگیره. شاید الان بخواید بگید که خب دریم مخالفت کرده، دریم توی کلی از ویدیوها، برنامه‌های تلویزیونی اومده و دفاع کرده از کارش. طبیعی هم هست. زمانی که شما شروع میکنید به انجام یک پروسه و یهو با یک موج منفی تو دروغگویی و متقلبی روبرو میشید، اگر به اونها اوکی بدید و بگید که آره داره این اتفاق میفته، شما کانتنت خودتون رو قربانی کردید. ولی اگر هیت رو بالا نگه دارید، به عنوان یک کانتنت کریئتور دارم این رو میگم، اگر هیت رو بالا نگه دارید و بذارید که این دوتا جبهه همچنان با هم دیگه بجنگن، یعنی اینکه شما به اون هدفتون رسیدید، باعث شدید که دور از هر کاری که دارید انجام میدید یک جنگ بزرگ شکل بگیره و در واقع صدای اون جنگ به گوش همه برسه و حالا مخاطب‌های بیشتری دارید. این قضیه یک ترسی هم همراه داره. شاید اگر شما بیاید و بگید که آره اسکریپت شده است، خب شاید خیلیا بگن که اسکریپت رو قبول ندارن، شاید اسکریپت رو تقلب بدونن و اون وقت ارزش و اعتبار کاری که شما دارید انجام میدید زیر سوال میره. این مشکل دریم نیست، این مشکل مخاطب‌های دریمه که خیلیاشون نمیخوان بپذیرن کانتنتی که دارن میبینن سناریو داره. شاید با خودتون بگید که خب من چرا اینقدر راحت دارم در مورد سناریو داشتنش صحبت میکنم، در حالی که واضحه. یعنی اگر منطقی فکر کنیم به تمام اتفاقاتی که توی منهانت‌های دریم افتاده، همونطور که خیلی از یوتیوبرهای دیگه تا الان زیر ذره بین گذاشتنش، رفتن سراغش، توی ویدیوهای مختلف نشونش دادن، متوجه میشید که بعضی وقتا اتفاقاتی توی این قضیه میفته که عادی نیست، درست نیست، یعنی توی یه حالت عادی محال اتفاق بیفته. برای مثال تمام مواقعی که قلب‌های دریم به نیم یا یک رسیده و هانترها یهو ترجیح میدن که دیگه به دریم ضربه ای نزنن و دریم یهو تبدیل میشه به فردی که هیچ دمیج نمیخوره، همه رو میزنه، کارهای عجیب غریبی انجام میده. یا برای مثال اگر بخوام بیارم مثال خیلی واضح براتون بیارم، که یکی از همین منهانت ها
به جایی میرسیم که دیدیم با سه تا هانتر داره در واقع بازی میکنه توی یه غارن و دقیقاً زمانی که وارد درگیری میشن یه پوشن میخوره که غیب میشه، نامرئی میشه و حالا هانترها گمش میکنن، در حالی که خیلی ها اون زمان زیر ذره بین قرارش دادن این ویدیو رو و گفتن که دقیقاً زمانی که دریم غیب میشه یک ضربه میخوره از طرف جورج ناتفام و بعدش یهو همه اینطوری اکت میکنن که خب الان دریم کو، الان دریم کو کجاست و دریم شروع میکنه به کشتن بد بوی هیلو، اون رو میکشه و بعد سپنپ یه گوشه وایساده داره نگاه میکنه و دریم فرار میکنه و میره یه گوشه و ادامه ماجرا. اصلا من برای افرادی که هنوز متقاعد نشدن چند تا سوال دارم، ولی خب اول خوب بهش فکر کنید و بعد تو قسمت کامنت ها جواب بدید. چطوری دریم حتی سخت ترین MLG های ماینکرافت رو هر بار درست انجام میده و تا به حال نشده اشتباه کنه و وسط انجام دادنشون بمیره؟ چطوری دریم قبول کرد اپیزود ریمچ با 5 تا هانتر رو لبه کوه برگزار کنه و از کجا میدونست که اگر بپره پایین ممکنه تو آب وسط فارم ویلج فرود بیاد؟ چطوری هیچ اپیزود کوتاهی از منهانت تا بال نداشتیم؟ مثلا همون ابتدای کار دیدیم بمیره و جای یه ویدیوی یه ساعته شاید یه ویدیوی 5 دقیقه‌ای باشه. از این دست اتفاقات زیاد به وجود میاد و به عنوان فردی که توی یک سناریو وجود داشته و سعی کرده که کانتنت حالا نمشابهی کانتنت سناریو داری بسازه، میتونم درک کنم که وقتی شما میخواید یه تک یک چیزی رو ضبط کنید بدون اینکه وقفه ای بدید، کاتی بزنید یا هر چیزی، ممکنه همچین ناهماهنگی هایی پیش بیاد. همین الان ضبط های ماینکرافت ما خودش مدتی نسبتاً طولانی به نسبت ورژن نهایی که شما میبینید طول میکشه که بخواد ضبط شه، حالا چه برسه به این که بخواد آن کات باشه، بدون هیچ کاتی، نمیدونم بدون هیچ ادیتی بخواد منتشر بشه. خب این خیلی وحشتناک میکنه قضیه رو و نشون میده که در نهایت چقدر دریم برای کانتنتش ارزش قائله، زمان میذاره و روش فکر میکنه. در نهایت شاید خیلی از شما بیاید زیر این ویدیو بگید که خب نه، دریم خودش گفته که سناریو نیست، تقلب نیست، نمیدونم، ما داریم میبینیم آن کات، ما باور دادیم این کارو هیچ کس نمیتونه انجام بده و فلان و بیسار. شما این اجازه رو دارید که بخواید نسبت به چیزی که میبینید باور داشته باشید، اگر فکر میکنید عادیه، اگر فکر میکنید که واقعیه، در واقع اوکیه، واقعیه، باور داشته باشید بهش، ازش لذت ببرید. اما اگر قبول کردید که واقعی نیست و پذیرفتید که یک سناریو در جریانه، باز هم ازش لذت ببرید. نذارید سناریو دار بودن یک کانتنت یا کانتنتی که سناریو داره، شاید این شکلی بهتر باشه، باعث بشه که نظرتون نسبت بهش منفی بشه، دیدگاهتون تغییر کنه و اون کانتنت پیش چشم شما ارزشش رو از دست بده. نه، هنوز هم فوق‌العاده با ارزشه. من با وجود این دیدگاهی که دارم فکر می‌کنم حداقل هر کدوم از منهانت‌های دریم رو دوبار دیدم و هر دوبار ازش لذت بردم، چون میدونم پشت صحنه داره چه اتفاقی میفته و قبول کردم این قضیه رو، همونطوری که قبول کردم تمام فیلم ها و سریال ها یک اسکریپت یا سناریو دارن، همونطوری که قبول کردم مسابقات WWE اسکریپت یا سناریو دارن. پس بهتره که شما هم روی دیدگاهتون کار کنید، یعنی بپذیرید این قضیه رو و دست از این همه جنجال و دعوا بردارید که واقعی واقعی نیست، هیت بدید به بقیه افراد، چون طی سالهای گذشته زیاد پیش اومده افرادی که سعی کردن این قضیه رو زیر ذره بین بذارن و یهو با یه هیت خیلی زیادی روبرو شدن و کلا گفتن که خب اوکی، ما اصلا به هیچ کاری نداریم و فعلا ترجیح میدیم که در موردش صحبت نکنیم. دریم قطعا یکی از بهترین یوتیوبر های ماینکرافته، فوق العاده باهوشه و آینده خیلی خیلی روشنی داره، البته اگه بیشتر آپلود کنه و ماهی یه دونه ویدیو نذاره. به طور کلی باز هم نظراتتون رو توی قسمت کامنت ها بهم بگید، به نظرتون واقعیه، واقعی نیست، سناریو داره، نداره؟ بیاید با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم به نتیجه میرسه یا نه. تا هفته آینده، خداحافظ.